سرخط تازه ترین خبرها. کرزی: جنگ ناکام آمریکا منجر به وضعیت کنونی شد. و همچنان در پایان، مرد در کابل پسر نوجوانش را کشت. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. کرزی: جنگ ناکام آمریکا منجر به وضعیت کنونی شد. رئیس جمهور پیشین کشور ماموریت جنگی ائتلاف جهانی و رهبری ایالات متحده در افغانستان را ناکام می‌داند. و گزارش اسپوتنیک: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با اینکه نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان را آماده دفاع از کشور در نبود نیروهای خارجی می‌داند، می‌گوید که ناکامی ایالات متحده در رسیدن به هدف مبارزه با هراس افغانی افغانستان را با سرنوشت کنونی روبرو کرده است. رئیس جمهور پیشین کشور می‌گوید که ایالات متحده آمریکا در گذشته به جای رفتن به پناهگاه‌های امن هراس افغانان در پاکستان، روستاهای افغانستان را بمباران کرد که این کار منجر به ناکامی واشنگتن در جنگ با هراس افغانی را و افرادگرایی شد. او تاکید کرد که حضور 20 ساله جامعه جهانی به ویژه آمریکا در کشور سبب رشد ظرفیت ها، بازگشایی مکتب ها و برگشت زنان به صحنه های اجتماعی و اقتصادی شد و اکنون افغانستان یک کشور ناکام نیست. او افزود: افغانستان امروز یک کشور ناکام نیست. تا آنجا که مربوط مردم افغانستان می شود، آنان قانون اساسی را ساختند، به انتخابات رفتند، دموکراسی را قبلا در آغوش گرفتند، میلیون ها تن به مکتب ها رفتند. او می افزاید: ما آنچه در توان داشتیم برای رهنمود افغانستان در مسیر درست انجام دادیم. افغان ها کارهای خوبی که می توانستند انجام دادند و در صحنه جهانی آن را به نمایش گذاشتند. اما او ماموریت جنگی ائتلاف جهانی بر رهبری ایالات متحده در افغانستان را ناکام می داند. او در این باره می گوید: تمام ماموریت با در نظر داشت اهداف بیان شده آمریکا و متحدانش در ناتو در پیوند به شکست هراس افغانی و افرادگرایی شکست خورده است، چون آنها کاری را که باید انجام می دادند انجام دادند و برخلاف کار را انجام دادند که نباید انجام می دادند. او تاکید کرد ناکامی آمریکا در نابودسازی پناهگاه های امن هراس افغانان در پاکستان اوضاع آشفته کنونی را در افغانستان رقم زد. با این همه، رئیس جمهور پیشین امیدوار است که افغانستان بر مشکلات کنونی غلبه کند و اوضاع بهتر شود. همچنان این در حال است که مرد در کابل پسر نوجوانش را کشت. 8 صبح، کابل. مردی در کابل یک پسر 17 ساله خود را کشته است. پلیس کابل میگوید که این رویداد عصر روز سه‌شنبه 15 سرطان در ساحه چهار قلعه وزیرآباد از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل رخ داده است. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت که پدر مقتول تحت تعقیب پلیس قرار دارد. سخنگوی پلیس کابل میگوید که طبق بررسی ابتدایی پلیس، انگیزه این رویداد مشکلات خانوادگی بوده است. یک مرد در ناحیه 16 شهر کابل نیز 3 روز پیش پسر جوانش را کشته بود. رویدادهای مشابه در گذشته نیز در کابل و ولایات کشور ثبت شده است. همچنان این در حالی است که سرپرست وزارت دفاع: بار نخست نیست که مردم افغانستان از یک مرحله دشوار نظامی می گذرند. 8 صبح، کابل.
بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی گفته است که شدت جنگ قابل درک است، اما بار نخست نیست که مردم افغانستان از یک مرحله دشوار نظامی میگذرند. سرپرست وزارت دفاع ملی افزوده است که در حال حاضر نیز افغانستان در یک مرحله حساس و سرنوشت ساز نظامی قرار دارد. او به مردم اطمینان داده است که نیروهای ارتش، پلیس ملی، امنیت ملی و بسیج مردمی با تمام قوت و امکانات دست داشته خود تحت هر شرایطی از افغانستان و از هموطنان خود دفاع می کنند. سرپرست وزارت دفاع ملی در حالی به مردم اطمینان داده است که شدت جنگ در کشور بیشتر شده است. در پی تجدید حملات طالبان چندین ولسوالی سقوط کرده است و درگیری ها تا مراکز برخی از شهرها نیز رسیده است. با این حال مقام های امنیتی گفتند که برای آغاز اجرای عملیات بزرگ علیه طالبان آماده شده اند. با این حال رابعه سادات در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: حسام الدین شمس والی بادغیز به بی بی سی، تمام ولسوالی های ولایت بادغیز سقوط کرده و طالبان به شهر قلعه نو مرکز بادغیز نفوذ کرده اند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.